مهدی عبدی مهاجم خاطر ساز پرسپولیسی ها که از چند ساعت پیش بحث جدایش از این تیم و حضور در تراکتور داغ شده بود و حضور در محل تمرین سرخا وسایل خود را هم جمع‌آوری کرد. مهاجم پرسپولیسی ها که با گلزنی در دربی در جمع هواداران این تیم چهره شده بود و در ادامه روزهای فوتبالی خود گل منجر به صعود به فینال لیگ قهرمانان و همچنین تنها گل تاریخ این تیم در فینال آسیایی رو هم به نام خود ثبت کرده بود، بعد از چند فصل حضور در این تیم اکنون به پایان مسیر خود رسید. تراکتوری ها با اعلام رسمی پیشنهاد جذب این بازیکن و در روزهایی که یحیی گل محمدی نیز فرصت چندانی به این مهاجم نداده بود توانستند به این انتقال نزدیک بشن و به نظر میرسه طی ساعت آتی این موضوع نهایی بشه. مهدی عبدی ساعتی پیش با حضور در استادیوم شهید کاظمی که محل تمرینات پرسپولیس وسایل شخصی خودش رو نیز از رختکن تیم جمع آوری کرد و در شرایطی که با بغض این محل تمرین رو ترک میکرد به دنبال چالش جدید خودشه. مهاجم جوان پرسپولیس که پاسخی به دوستان خود نیز درباره این تصمیم و شرایطش نیز نداده، باید دید در صورت نهایی شدن انتقال محتمل به تراکتور چه شرایطی رو در جمع شاگردان پاکو خمس دنبال خواهد کرد، جایی که اکنون با توجه به حضور شجاع خلیلزاده، سیامک نعمتی، سعید آقایی، مهدی شیری و محمد نادری که سابقه حضور در پرسپولیس رو در کارنامه دارن نمیتونه محیطی ناآشنا برای وی تلقی بشه. هنوز اعلان رسمی در خصوص شرایط این انتقال و اینکه به صورت قرضی یا دائمی بوده نیز صورت نگرفته. از سوی دیگه با خروج مهدی عبدی یک سهمیه پرسپولیس نیز آزاد شده و این تیم باید دید که با چه بازیکنی به توافق خواهد رسید. با جدایی مهدی عبدی پرسپولیس در این فصل چهارمی مهاجم خودش رو نیز بعد از شیخ دیاباته، لئوناردو پریرا و عیسی آل کثیر از دست داده و از اون سمت هم فقط شهاب زاهدی جذب شده که آره خبر بدیه برای یحیی گل محمدی، همه مهاجماش رفتن و از اون سمت فقط شهاب زاهدی جذب شده که این دوتا بازی کار خاصی نکرده و خیلی میشه گفت واقعا معمولی بوده و خیلی معمولی بوده. حالا با امیدای خیلی زیاد اومد تو لیگ مجارستان و اینا داشت خوب کار میکرد، ولی تو حداقل تو این دو بازی برای پرسپولیس کار خوبی نکرده و کار خاصی انجام نده. حالا ایشالله موتور گلزنیش را بیفته، ولی فعلا که در پرسپولیس خیلی ضعیف بوده. از اون سمت هم مسئولان باشگاه نساجی بعد از درخواست مهدی رحمتی برای جذب مهدی عبدی مهاجم تیم پرسپولیس پیشنهاد خودشون رو به این باشگاه ارائه کردن. صبح امروز صادق درودگر مدیرعامل باشگاه نساجی طی نامه رسمی به رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خواستار جذب مهدی عبدی مهاجم تیم پرسپولیس شد. با توجه به اینکه فوق با باشگاه پرسپولیس قرارداد داره، باشگاه نساجی مکاتبه رسمی رو با باشگاه پرسپولیس آغاز کرده و منتظر پاسخ مسئولان این باشگاه. این در حالی که همونطور که ما قبلش حال دقایق پیشم گفتیم خیلی احتمال خیلی زیاد به تراکتور خواهد پیوست. تراکتور هم از اون بر خیلی اصلا مهدی عبدی خاطرشو میخواد و خود اوشنگ نصیرزاده هم دیشب اعلام که قشنگ گفت که آقا پاکو خمس گفته که ورداریم برای من مهدی عبدی رو بیاریم، مهدی عبدی الان گزینه منه. و به نظر منم حالا با این که انگار نساجی هم مکاتباتی با باشگاه پرسپولیس را داشته، ولی احتمال خیلی 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 زیاد مهدی عبدی به انگار حالا تراکتور خواهد پیوست. از اون سمت هم حسین شهریایی دیشب در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و در مورد یاسین سلمانی گفتش که مذاکره کردند که یاسین سلمانی بیاید. صحبت‌های شده اما قطعی نشده. او بازیکن آزاده و میتونه بیاد، اما در حال مذاکره هستیم. نمیدانند چه زمانی قطعی خواهد شد. شاید فردا و پس فردا قطعی بشه. در لیست آقای گل محمدی بوده و تایید کرده که میتونه از اون استفاده کنه. همچنین هوشنگ نصیرزاده هم در مورد مهدی عبدی گفتش که ما به خاطر فوروارد سه مهاجم رو مد نظر داریم.
اون یکی از اونها مهدی عبدیه، یکی از اونها قراره از باشگاه جدا بشه و دو نفر دیگه هم مد نظر هستن. مهدی عبدی هم جز گزینه های ماست. نکته مهم هم اینه که اگه حالا با انتقال مهدی عبدی به تراکتور و پیوستن یاسین سلمانی به پرسپولیس، دو بازیکن از تیم‌های مدعی به دیگر تیم‌های سرشناس خواهند رفت که این موضوع شاید آخرین اتفاقات مهم در پنجره تابستانی فوتبال ایران باشه. تراکتور برای جذب مهدی عبدی باید تا 9 شهریور صبر کنه تا با پایان نقل و انتقالات عبدی بازیکن آزاد بشه و بتونه به عنوان یکی از 3 سهمیه فیفا با تیم تبریزی قرارداد امضا کنه. از سوی دیگه تیم پاکو خمز 1 سهمیه لیست بزرگسالان داره و حالا با جذب عبدی 1 جای خالی در تیم پرسپولیس ایجاد خواهد کرد که شاید صرف هزینه برای خرید مهاجم خارجی بشه. این در حالیه که یاسین سلمانی بازیکن بزرگسال محسوب نمیشه، اما در این حال نکته مهم اینه که باید دید باشگاه پرسپولیس با چه مدتی او رو به خدمت خواهد گرفت. البته این دو مورد هنوز به انتقال نهایی نرسیدن و باید دید به خصوص در 48 ساعت آینده چه اتفاقات مهمی درباره اونا خواهد افتاد. ولی حالا طبق خبرهایی که خبرگزاری همه کار کردن و حالا به شواهد قرائنی که موجود هستش، احتمال خیلی خیلی زیاد همین دوتا گزینه اتفاق خواهد افتاد. حالا مهدی عبدی که خیلی هم بحث و گمان در مورد این بود که به صورت قرضی میره، به صورت دائمی میره، به چه صورتی میره، اعلام شدش که به صورت قرضی رفتش و به نظر من خوب شد عبدی. حالا با این که تو پرسپولیس خیلی فشار بود، به نظر من خیلی میتونست از اینی که هست بهتر باشه و به نظرم خوب شدش. الان انشالله بره حالا تو تراکتوری کم خوب کار کنه و حالا پخته تر آماده تر برگرده به پرسپولیس. از اون سمت هم که یاسین سلمانی هم دارم که دیروز در موردش صحبت کردیم، اینقدر پرسپولیسی ها و همه تیما رو دوون، استقلالی ها و همه تیمای عربی رو دوون، آخرش هم داره میره پرسپولیس و حالا باید ببینیم اون هم در پرسپولیس چه عمل کردی رو خواهد داشت. و چیز دیگه ای هم باقی نمیمونه. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خیلی خوشحالم که شما عزیزان کنار من هستین. همونطور که من همیشه تو همه ویدیوها میگم، کانال ما در مورد اخبار و حواشی و خلاصه بازی‌های اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال هست. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات فان و خلاصه بازی و جنجالی فوتبال علاقه دارید، کانال ما رو حتما 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 سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود شد شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشید. خیلی دوستتون داریم، چاکریم، مخلصیم، ارادت. فعلا یا علی، خدا نگهدار.